سلام، من فرهاد قاضی‌زاده هستم و این صفیدوی آخر هفته است. خوش آمدید. چهره‌های سیاست خارجی دولت جو بایدن روشن شده و مشخص است که اغلب آنها کسانی هستند که سابقه مذاکره با ایران را دارند و پیشتر هم خود جو بایدن درباره بازگشت به برجام صحبت کرده. یعنی در سوی آمریکا به نظر همگان می‌رسد که نگاه دستگاه دیپلماسی در حال تغییر جدی است، اما در طرف ایرانی داستان از دور قبلی و مذاکرات برجام نه دولت عوض شده نه رهبر جمهوری اسلامی نگاه و ادبیاتش را تغییر داده. بنابراین چنان اتفاقات آشناست که گویا همه خبرها را قبلا بارها خوانده اید، برایتان حالت دژاوو پیش می‌آید. آقای خامنه‌ای می‌گوید مذاکره کنیم که چه بشود. رئیس جمهوری اشنوید می‌دهد که کار آسان است و راه مذاکره و چشم اندازش روشن. بعد از اردیبهشت 97 که سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ کلید خورد، تقریبا همزمان سیاست صبر حداکثری جمهوری اسلامی آغاز شد. حالا که دست کم معماران فشار حداکثری در حال خروجند، سیاست در تهران باید چه تغییری کند؟ در برنامه امروز سه مهمان داریم. اکبر گنجی با ماست، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی و اطلاعاتی ایران از نیویورک. مرضیه آذرافزا، کنشگر سیاسی و مدنی از ایران. و اینجا در استودیو جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل ایران، همکار سابق ما. خوش اومدید جمشید و خوش اومد میگم به دو مهمان دیگه. چون خانم ها مقدم هستن، من میخوام از خانم آذرافزا شروع بکنم. خانم آذرافزا، به نظر شما در تهران سیاست چه تغییری باید بکنه که مذاکره و راه مذاکره هموار بشه؟ وقت علیکی بخیر، سلام میکنم خدمت دوستی و عرض میکنم که من فکر میکنم سیاست در ایران شاید تغییر خیلی مهمی نکنه. اگه منظور از این تغییر سیاست این هست که آیا حاکمیت در ایران حاضر به بهره گیری از فرصت بیکار آمدن آقای بایدن هست با توجه به قولی که ایشون داده که به برجام برگرده. من فکر میکنم که حاکمیت ایران از مذاکره سرباز نخواهد زد. فراموش نکنیم که مذاکره قبل از بیکار آمدن دولت آقای روحانی شد. کلید خورده بود و بعد که وزارت خارجه کارها اعلام کرد حتی موافقت خامنه‌ای بیشتر و الان هم طبیعتا هیچ تغییری ما ندادیم که فرصت بایدن حاکمیت ما نخواهد است. یعنی میفهمید که تغییری لازم نیست، هر کسی باشه مذاکره سر خواهد گرفت. هر کسی باشه منظورتون کی؟ یعنی در ایران یا در ایران منظورم این هستش که شما یا فکر میکنید که لازم هست که یک در واقع جناح خاصی، نگاه خاصی سر قدرت باشه. من از برداشتم از صحبت شما این بود که این مذاکره در واقع پیش از دولت آقای روحانی آغاز شده، بنابراین فرقی نمیکنه که چه کسی در دولت هست و تغییری چندان لازم نیست برای اینکه مذاکره سر بگیره. ببینید اینکه چه کسی سر کار باشه، این سایه مذاکرات رو میخوان کاملا حرفه‌ای و دیپلماتیک انجام بدن. دولت احمدی نژاد قادر به چنین کاری نبود، ولی دولت آقای روحانی با تیم آقای ظریف قادر به چنین کاری و الان هم قابلیت رو داره. بنابراین بستگی داره که چه دولتی در ایران سر کار میاد که بخواد این مذاکرات رو توی چارچوب دیپلماتیک و هوشمندانه دیبو کنه یا نه. این مسئله خیلی مهم. دوباره یه حساسیتی هم به نظر میرسه که رهبری نظام جمهوری اسلامی داره، همونی که از نرمش قهرمانان از یاد کردیشون. حساسیتی این هست که ما از موضع قدرت و قوت مذاکره رو بکنیم و الا ایشون مذاکره مشکلی نداره. آقای گنجی نظر شما چیه؟ آیا فکر میکنید که آقای روحانی این تلاشی که داره میکنه، آقای ظریف صحبتهایی که میکنه به نتیجه میرسه یا باید منتظر انتخابات آینده سال 1400 باشیم تا نتایجی ببینیم از در واقع به سمت مذاکره رفتن دست کم؟
مذاکره با آمریکا دو معنا داره. اول مذاکره فراتر از توافق هسته‌ای، دوم مذاکره در محدوده توافق هسته‌ای. اولی تا اطلاع ثانوی به گمان من منتفیه، اما مذاکره بر سر بازگشت آمریکا به برجام، رفع تحریم‌ها و بازگشت ایران به کلیه تعهدات برجامی، ظاهرا موضع رسمی جمهوری اسلامی اینه که این اقدامات بدون مذاکره انجام پذیره و سپس مذاکره گروه 5 به علاوه 1 آغاز بشه. اما گمان نمی کنم بدون مذاکره ایران و آمریکا برای انجام همین اقدامات این تحولات صورت بگیره، چون به سری از تحریم‌ها رو ترامپ زیر عنوان تروریسم قرار داده و لغو اونها منوط به خارج کردن از لیست تروریست توسط دولت بایدنه. دولت روحانی هیچ مخالفتی با این نوع مذاکره نداره، اما آقای خامنه‌ای تا کنون موضع روشنی در این مورد نگرفته. تمایل اصولگرایان، فرماندهان سپاه اینی که حتی این نوع مذاکرات به پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران و شروع به کار رئیس جمهور بعدی بیفته تا نه تنها انتخابات به سود اونها تموم بشه، بلکه لغو تحریم‌ها و پیامدهای اون، یعنی رشد اقتصادی، کاهش تورم، کاهش قیمت دلار و دیگر ارزها و ایجاد اشتغال نیز به نام اونها تموم شه. بنابراین در گام اول فقط یک نوع مذاکرات خواهیم داشت که اون هم به شروط دولت بایدن، جو بایدن از یک سو، و پذیرش یا عدم پذیرش اون شروط توسط خامنه از دیگر سو، و شاری که روحانی، ظریف و نیروهای اجتماعی وارد می‌آورند بستگی داره. همین که چه کسی باید گام اول رو برداره، همین هم نیازمند مذاکره است. من برام اون تکه از صحبت‌های شما جالب هست که میگید که در واقع اون سپاهی‌ها و کسانی که در حصه سخت قدرت هستن ترجیحشون این هستش که این مذاکره در دوره آقای روحانی انجام نشه. این برای ما به این معنی هست که در واقع انتخابات 1400 به نوعی تصمیم گیرنده هست در اتفاقاتی که در مورد برجام یا هر نوع مذاکره خواهد افتاد. منظورتون اینه؟ بله، از نظر فرماندهان سپاه بعداً توضیح میدم، و اصولگرایان الان مذاکرات اونا کردن تابع انتخابات، البته اینو به این صراحت نمیگن. بله. ولی تو ادامه گفتگو توضیح میدم. بسیار خوب، بذارید آقای برزگر جمشید اینجا به ما بگه، به نظر آیا تغییری در تهران لازم هست یا اینکه همین دولت با همین ترکیب، با همین صحبتایی که از آقای خامنه‌ای میشنویم، با یه نرمش قهرمانانه دیگه کار را میفته؟ نه ببینید، شما در همون دوره قبل هم که خیلی از مسائل بعد از برجام پیش بینی نشده بود در زمان مذاکرات، چند سال طول کشید. حالا که تجربه در واقع همون توافق اولیه برجام وجود داره و بعد هم خروج ترامپ از برجام و مسائل بعدی که پیش اومد، به این سادگی ممکن نیست، یعنی اساساً عمر دولت آقای روحانی کفاف نخواهد داد. یعنی اگر هر دو طرف هیچ مشکلی هم نداشته باشن بخوان شروع بکنن، نخواهد شد. یک چیز روشن هست، دولت آقای بایدن برای اینکه نشون بده به جهان، به طرف های نه فقط به جمهوری اسلامی، مثلا به اروپایی ها نشون بده که کشتیبان را سیاستی دیگر اومده، باید تصمیمات سریعی بگیره، فرمان های اجرایی صادر بکنه رئیس جمهوری جدید که در واقع اون خاطرات دوران ریاست جمهوری ترامپ رو از اذهان پاک بکنه. مثلا فرض کنید مثل بحث صدور ویزا برای کشورهای مسلمان، بحث های مربوط به پناهجویان. آیا در این برجام در اولویت قرار میگیره؟ در میگیره، ولی قادر به انجام این کار نیست. میدونید برای اینکه بسیاری از تحریم هایی که علیه جمهوری اسلامی وضع شده، رفعش توسط رئیس جمهوری آمریکا ممکن نیستش، باید سنا هم نظر بده، کنگره آمریکا هم نظر بده، در بین دموکرات ها هم همچین اتفاق نظری وجود نداره. این تیم درسته تیم مذاکره کننده هستش که به برجام رسید، ولی باید به خاطر بیاریم که الان اونها هم تجربه‌ای دارن از جمهوری اسلامی بعد از برجام. این پولهایی که جمهوری اسلامی گرفت، اون توافقاتی که کردن، نتیجه‌اش چی شد؟ در عراق، در یمن، در سوریه، در منطقه، سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی چه شد؟ برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی چه شد؟ اینها امروز روی میز هستش. یعنی این یک خوشبینی هستش که متأسفانه باز دولت روحانی به دلایل مختلفی، از جمله برای کم کردن فشار افکار عمومی به دلیل مشکلات اقتصادی و تنگناهای معیشتی که در ایران وجود داره، در واقع وعده محال داره میده. این خوشبینی رو دامن میزنه که نه دیگه، بایدن اومد و حل، همه چیز حل. ولی جمهوری اسلامی، اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد، هم آقای خامنه‌ای
هم آقای روحانی این هستش که برگردن به صراحت هم گفتن برگردن به 2017 یعنی قبل از خروج ترامپ از برجام. این عملا ممکن نیست، وضعیت عوض شده، توافقات زمانبندی های درون برجام به هم ریخته، انتظارات به هم ریخته. خب بنابراین ببینیم، من متوجهم که میگی که باید یک در واقع تغییرات عمده ای صورت بگیره، مذاکرات باید به شکلی پیش بره که در واقع دولت بایدن باید بره و با آن در واقع در واشنگتن هم با یه مشکلات جدی روبرو. من عرض من این بود که با دولت یعنی این بحث مذاکره به دولت آقای روحانی به هر حال قد نمیده. با این حساب پس برای همه ما کسایی که اینجا هستن اگر مخالفتی داری الان بگید، روشن هست که به هر حال انتخابات 1400 هست که تعیین کننده است برای این اون چه که بین ایران و آمریکا اتفاق میفته در یک دو سال آینده. از من میپرسید؟ بله. به نظر من انتخابات 1400 نشانه است، دلیل نیست. همونطور که دولت روحانی نشانش بود، یعنی همونطور که اشاره کردم به درستی و الان همه ما میدونیم، مذاکرات با آمریکا در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و با کنار گذاشتن او شروع شد. بله. و بعد دولتی رو میخواستن، یعنی کارگزارانی رو میخواستن که جامعه جهانی اونها رو بپذیره. بنابراین رفتن سراغ چهرهایی که معتدل شده. این کارگزاران کی باید باشن آقای برزگر؟ به نظر من فکر میکنم که بس این کارگزاران در نهایت فرقی نخواهد کرد. در نهایت فرق نخواهد کرد، یعنی حتی اگر اصولگران خب اصولگرا هم بیان سر کار داره نقض میکنه. اگر که میگید که با خانم آذرافشان همینو گفتن، شما هم همینو گفتین، گفتین که مذاکره از قبل شروع شده بود اما یک تیم کارشناسی مثل مثلا آقای ظریف و تیمش لازم بود برای اینکه بتونن برن اینو پیش ببرن. آقای احمدی نژاد بود و تجربه نشده بود برجام. الان تجربه شده، تحریم ها مجددا و خیلی شدیدتر از دفعه قبل هستش، یعنی جمهوری اسلامی رسیده به اینجا که باید مذاکره بکنه، هیچ راهی جز این وجود نداره. بنابراین هر کسی که من بیشتر راجع به مذاکره الان صحبت نمی کنم، راجع به اینکه چه کسی مذاکره رو انجام بده می خوایم صحبت بکنیم. بذارید آقای گنجی بپرسم. آقای گنجی، آیا فکر می کنید که جمهوری اسلامی این تجربه که خب خانم آذرافشان و آقای برزگر هم اشاره کردن که مثلا مذاکره میخواست بکنه آقای خامنه ای با همین آقای جیک سالیوان، هم مذاکراتی پشت پرده در جریان بود و بعد اجازه دادن تیمی مثل تیم آقای ظریف بیاد که بتونه کارهای فنی رو انجام بده، یک همچین برداشتی به نظر میاد وجود داره؟ آیا این بار هم دنبال اینه؟ چندی نکته وجود داره. اولا در مورد چیزی که آقای برزگر گفتن که نیاز به مصوبه سنای آمریکاست، نه مطلقا نیست. کلیه تحریمایی که ترامپ وضع کرده همه اونها رو دولت آسون نیست، ولی همه اونها رو جو بایدن هم میتونه لغوش کنه، چون همش دستورات ریاست سیاسی بالایی که ممکن است نخواد بپذیره دیگه. یک، نه از بین یکی این نیازی به مصوبه سنا نداره یا کنگره نداره. دو، در مورد اون چیزی که درسته که مذاکرات محرمانه قبل از احمدی نژاد شروع شد و بدون اطلاع احمدی نژاد، اما اینطور نیست که تو ایران همه چی برنامه ریزی شده بوده و مثلا تصمیم گرفتن که حالا حسن روحانی رو میاریم رئیس جمهور میکنیم اینجوری میشه. نه، اینا نیست، اینجوری نیست. اگر این جمهوری اسلامی اینقدر عقل و برنامه ریزی این شکلی داشت، در این حد توان بود که خب خیلی بزرگ. اما در مورد این که شما میفرمایید که مذاکره رو کی بکنه، یعنی سوال شما اصلی تا اونجا که من فهم الان فرمودید اینی که مذاکره متفاوته که مثلا همین دولت روحانی ظریف بکنه یا مثلا یه نظامی بیاد بکنه یا یه اصولگرا. آقای برزگر میفرمایند هیچ تفاوتی نداره. من عرضم اینه که نه، تفاوت داره. اگر مذاکراتو منوط بکنن به بازگشت به رفع تحریما تا دولت بعدی، یعنی میشه همین الان این کار انجام بشه، یعنی اگر با همه فشارهایی که هستش آقای بایدن میتون، اگه ایران هم وارد مذاکره بشه، میتونن بسیاری از تحریما رو لغو کنن و مشکلی براش وجود نداره در همین دوره چند ماهه. آقای گنجی ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، ما خیلی راجع به واشنگتن و اینکه در واشنگتن چه اتفاقی میفته صحبت نمیکنیم در این برنامه. میخوایم در مورد ایران صحبت کنیم. بله بگید. بله، راجع به تهران. در مورد ایران ببینید، اگر بخوان آقای خامنه اینا اینو واگذار بکنن به دولت آینده، عملا منوط میشه بگه
14 مرداد آینده تازه روز تنفیذ حکم رئیس جمهوره. اولا ثانیا تا بیاد کابینه‌اش معرفی بکنه، رأی اعتماد بگیره، عملا میره آخر شهریور و این حدود 9 ماه دیگه میگذره. این نکته اوله. باید دیدش که یه رئیس ما فرض بکنیم که آقای خامنه‌ای الان برنامه‌شون اینه که حاکمیت رو یک دست بکنن و یک رئیس جمهور نظامی مثلا بیارن سر کار. هدفو میگیم فعلا. خب این اون موقع اولا منوط به اینه که اون رئیس جمهور نظامی میتونه آقای خامنه‌ای رو راضی بکنه که وزیر خارجه و دبیر شورای عالی امنیت بشه همزمان نظامی باشن یا نه. این اولا. ثانیا برخورد طرف آمریکایی تو اون زمان با این چیه؟ ثالثا ما تجربه سعید جلیلی رو داریم، متفاوت از تجربه ظریف و روحانیه. جلیلی میرفت و مذاکرات میشه داستان تاریخ میگفت و سلطه جهانی میگفت و قرآن میخوند و اینا رو که خود مذاکره کنندگان اون طرفی تعریف کردن. پس بیاییم حالا فرض کنیم یه رئیس جمهور نظامی ما تو ایران سر کار داشته باشیم، اما وزیر خارجه‌اش غیر نظامی باشه، در اون صورت باز مسئله متفاوت میشه. فرض کنیم آقای خامنه‌ای به خاطر مذاکرات ظریف و به عنوان به اون رئیس جمهور نظامی تحمیل بکنه و یه ظریف باقی بمونه که مذاکرات اون اداره کنه. اینا مسائل به نظر شما، اینا من فکر می‌کنم اینا یه مقدار مسائل جانبی هست. مسئله اصلی این هستش که آیا قصد برای مذاکره وجود داره یا نه؟ آیا چنین قصدی رو مذاکره، ببینید من خدمت رو عرض کردم، قصد برای مذاکره یه هسته‌ای وجود داره. یک بستر اینه که ایران به کلیه تعهدات خودش که تو برجام داده بوده، حتی دولت ترامپ هم گفته، همه گفتن عمل کرده، اون کسی که عهدشکنی کرده، نقض عهد کرده، دولت ترامپ بوده. این نکته اول. الان میگن برگردیم سر جای اول. همون موقع هم تو مذاکرات قبلی خامنه‌ای گفته بودش که ما این توافق هسته‌ای رو میکنیم، ببینیم، به صراحت هم گفته بود، ببینیم اگر این مذاکرات خوب پیش رفت و اونا به کلیه تعهداتشون عمل کردن، بعد ما در زمینه دیگر موارد اختلافی هم مذاکره خواهیم کرد. اون موقع خامنه‌ای گفته بود. منتها یه آدم غیر نرمال نجات پرستی مثل ترامپ با وعده های انتخاباتی که داده بود اومد نقض عهد کرد و زد زیر اینو رفتش. تو منطقه هم که آقای برزگر میفرمایند، اصلا این منطقه یک منطقه ایه که از اون سر دنیا آمریکا توش هزار جور خرابکاری کرده و کلنگی کرده. الان شما دوره فقط جمهوری اسلامی همه دارن دخالت میکنن. الان شما دولت اردوغان رو ببینید. متوجه آقای گنجی، ما می‌خوایم حالا بحث رو یه ذره رو همین قضیه در واقع آینده سیاست در ایران و تاثیرش روی مذاکره نگه داریم. خانم آذرافزا، شما اشاره کردید که فرقی نداره، گفتید که به هر حال تصمیم برای مذاکره وجود داره و فرقی نداره چه کسی بیاد دخالت. آقای گنجی اینجا میگن که نه، فرق میکنه. آقای جلیلی رو یادتونه مثلا با آقای ظریف خیلی فرق میکرد، به تبع اون رئیس جمهوری با رئیس جمهور دیگر فرق میکنه. آیا شما به این تفاوت‌ها قائل هستید؟ من عرض کردم که اینکه چه تیمی میخواد مذاکره رو پیگیری بکنه خیلی مهمه. این تیم کاربلد هست یا نیست، اینجا مسئله مهمی. ولی اینه که نظام جمهوری اسلامی بخواد به طور کلی از مذاکره پا پس بکشه، چنین چیزی رو ما نمیتونیم اثبات کنیم. دلیلش هم این هست که خود نظامیان ما قطعا با اجازه رهبری نظام در افغانستان و در عراق با آمریکا و با ناتو مذاکره کردن، به نتایج و توافقاتی رسید. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که جمهوری اسلامی مذاکره رو کلا میذاره کنار. حالا البته بعضی وقتا رجزخونی ها و شعارها که داده میشه یه بحث دیگه، ولی عملا مستنداتی هست که نشون میده جمهوری اسلامی مذاکره رو کاملا تعطیل نکرد. بله. من به نظرم بذارید موضوع اصلی رو وارد بحث کنیم، چون این به نظر میرسه که همه یه جورایی اینو بهش اشاره میکنن ولی وارد خود بحث نمیشن. بحث حضور نظامی ها و در واقع قدرت گرفتن بیشتر نظامی ها به صورت روشن و علنی در سیاست ایران. روشن هست که سیاست ایران و اقتصاد ایران سال هاست که دست نیروهای نظامی بوده، ولی الان صحبت حضور یک نفر به عنوان رئیس جمهور هست. خانم آذرافزا، فکر میکنید که آیا خیلی صحبت شده، خیلی ها میترسن از حضور یک رئیس جمهور نظامی، شما نگاهتون چطوره؟ به نظر من نمیشه از حضور یک نظامی در بحث رابطه ملی استقبال کرد.
گفتیم یکی از چهره‌های برجسته و با تجربه ایرانی، یه تفاوتی هست بین نظامی و خصلت نظامی در پیشتی که داره مال پیروزی در می در حالی که سیاست مدار باید به منافع کلان کشور فکر بکنه. بنابراین به نظر است که اگه یک نظامی در رفت عالی‌ترین مقام قوه مجریه قرار بگیره، یعنی این رو من بکنه تبدید دارم ممکنه که با همون ویژگی نظامی توی روند تعمیر منافع ملی ما اخلال ایجاد بکنه. بنابراین نمیشه از این موضوع استقبال کرد، ولی فرحال دارد مسائل نکاتی هم هست در مورد نظامی های ایران که قطعه دارم الان اگر پیش گفت یا بعدا بخش دیگه ای که سوال شما. ما مرحله به مرحله پیش بریم. آقای برزگر، شما نگاهتون به این موضوع چی است؟ آقای به نظر شما فرقی هست بین یک نظامی و آقای روحانی خیلی روی این قضیه تاکید داشت که من حقوقدانم افسر نیستم. بله. ببینید من چند تا نکته رو بعد درسم. صحبتی که آقای گنجی میکنن با همه احترامی که برایشون و تلاشایی که در همین سالا کردن قائل هستم، واقعا باید با صراحت من این رو بگم، یعنی فقط خواهشم این است که بیادبی تلقی نشه، ولی نگاهی که شما دارید آقای گنجی، تئوری که شما دارید قادر به تبیین و توضیح شرایط امروز نیست. شاید در دهه 70 میشد نیروهای سیاسی ایران رو اینگونه صف‌بندی کرد، ولی امروز من فکر میکنم تفاوت‌های فوق‌العاده جدی بین شرایط امروز ایران و اون موقع وجود داره. یعنی امروز دیگه تقسیم کردن نیروهای سیاسی به اصلاح طلب و اصولگرا پاسخگوی وضعیت پیچیده متلاطم امروزی نیستش. امروز دیگه نمیشه از حکومت دوگانه در جمهوری اسلامی صحبت کرد. نمونه های فراوان و متعددی وجود داره برای اثبات این نکته. ببینید اگر یک سرهنگ رئیس جمهوری میشد، قرار بود از 1500 نفر بیشتر در آبان ماه کشته بشه؟ در 96 باید بیشتر کشته میشد؟ فرق حقوقدان و سرهنگ کجاست؟ شما فرض کنید بعد میگید نظامی. اولا نظامیان حضورشون در انتخابات ریاست جمهوری اصلا امر تازه‌ای نیست. آقای محسن رضایی یکی از که فرمانده کل سپاه بودن، یکی از نامزدهای ثابت همین انتخابات ریاست جمهوری هستند که دیگه تبدیل به جوک شده بودن. آقای شمخانی با یونیفرم نظامی اومدن وزیر بودن و بعدم اومدن کاندیدای ریاست جمهوری شدن. مگه بار اولی که میخواد یک نظامی بیاد کاندیدا بشه؟ مثلا آقای دهقان که حالا خیلی جدی نیست، بعد ببینیم نفرات اصلی کی هستن. بنابراین اصلا این موضوع تازه‌ای نیست. حتی فرض کنیم یک نظامی رئیس جمهور باشه، به قول آقای کوسری هم درست گفته بود، وقتی میگیم نظامی یعنی سپاهی، هیچ کس یک نفر هم محال ذهنش بره سراغ یک ارتشی. یک سپاهی بیاد فرض کنید که رئیس جمهور باشه، رئیس جمهوری که از طریق وزارت کشور در واقع توان اعمال قدرت بر نیروی انتظامی و پلیس رو نداره، مثلا بر طبق قانون اساسی چگونه میخواد در نیروهای نظامی تسلط داشته باشه؟ کل کشور در دست زیر فرمان کل فرمانده کل قوا ولی فقیه که در واقع نظامی محسوب میشه، فرمانده کل قوا هستش. در واقع یک رئیس جمهور نظامی هم عملا هیچ تسلطی بر نیروهای مسلح نخواهد داشت. این انقدر تفاوت جدی نخواهد کرد عزیز. یه نکته این بذار بخش اینو بگم. یکی اینه ببینید اصلاح طلب ها وقتی که میگفتن ما باید مجلس رو بگیریم، ریاست جمهوری رو بگیریم، شورای شهر رو بگیریم تا بتونیم تغییرات ایجاد بکنیم، وقتی که اونها رو به دست میگرفتن میگفتن نه قانون دست ما رو بسته، نهادهای انتصابی جلوی کار ما رو میگیرن. خب اینا رو از قبل هم مشخص بود و در این 23 سال هم بارها اینها رو به دست گرفتن و کاری نتونستن انجام بدن. نتیجه دولت آقای خاتمی شد آقای احمدی نژاد، نتیجه مجلس ششم شد مجلس هفتم، تا الان مجلس شورای شهر از دوره اولش به بعد تا الان همه اینها بوده. این یه نکته است. بعد که میگن رئیس جمهور تدارکات چیه؟ خب برای پس چه فرقی میکنه که حالا از اینوری باشه یا اونوری باشه، نظامی باشه یا غیر نظامی باشه؟ آقای گنجی این بحث به نظر من اساسا از بنیان منحرف آقای گنجی انحرافیه. توییتی هم کردید شما که من توییتو بزنید بخونم برای کسانی که توییتر رو دسترسی ندارن. گفتید جمهوری اسلامی رو نمیخواید قبول، در انتخابات ریاست جمهوری هم شرکت نمیکنید قبول، اما آیا باید ساکت نشست تا یه فرمانده سپاه رئیس جمهوری شود؟
حکومت یک پارچه راست افراطی برای گذر به دموکراسی مساعدتر یا دوگانه‌ای که صبح تا شب با هم در حال جنگ هستن؟ شما خودتون آقای گنجی در دوره آقای خاتمی رفتید زندان، همه ما یادمونه که در زندان چقدر شما به هر حال آسیب جسمی دیدید، دوران طولانی اعتصاب غذا داشتید، بعدش هم که به قول آقای برزگر آقای احمدی‌نژاد اومدن سر کار، چه گذر به دموکراسی؟ ببینه، اول اینکه حالا که جای شوخیه من هم یه شوخی بکنم، آقای برزگرم دوست ما، شما یه مقدار پارتی بازی کردید برای در حق آقای برزگر. به ما که میرسید گفتید بحث سر هسته‌ای هست و که کی میتونه این مذاکرات رو پیش ببره. آقای برزگر اصلا بحث رو بردن رو اینکه آیا حاکمیت ایران یگانه هست یگانه نیست، با ربطه بی ربطه فلان. خب حالا پس اجازه بفرمایید، پس حالا که اینجوری شد بندم توضیح بدم. عرض کنم حضورتون، اولا من یه توییت نزدم، من توییتر که نیستم که 10-20 تا چیز نوشتم، همون چیزاییه که تو فیسبوک می‌نویسم تو یا تو تلگرام می‌نویسم تو توییت تو اونجا میره. نکته ای که هستش اینه که ببینید، همین جمهوری اسلامی بین آقای خامنه‌ای عنصر یه عامل ثابت این رژیم داشته، حالا دوره خمینی رو بگذاریم دیگه، اون که تموم شده در همین دوران اخیر، عامل ثابت ولی فقیه که قدرت مطلقه داشته آقای خامنه‌ای بوده، این عامل ثابته. عامل متغیر رؤسای جمهوری که بودن تو قوه مجریه داریم میگیم، ما 4 تا رئیس جمهور داشتیم: هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد، حسن روحانی. خب این 4 تا، من سخن آقای برزگر قبول ندارم، این 4 تا 4 دوره متفاوت بوده، یعنی به لحاظ سیاسی، سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اینا متفاوت بوده. در همین دوره خاتمی که خود شما الان گفتید، بنده 2 بار رفتم زندان. اگه اینو میگم فقط به خاطر اینه که اگه تعریفی کردم نگن که این سودی برده. من در تمام دوره آقای خاتمی زندان بودم، 2 بار رفتم زندان، یا 6 سال، یه بارم یه بار همون اولش سخنرانی فاشیسمو گرفتیم کردیم بردنمون زندان. ولی حالا دوره آقای خاتمی بهترین دوره تومیون این 4 تا رئیس جمهور بوده. چطور این 4 تا رئیس جمهور با هم دیگه تفاوت ندارن؟ در دوره آقای احمدی نژاد، آقای گنجی ببخشید میونه کلامتون، ولی شما این رو میگید، اصلاح طلبها اینو میگن، خیلی ها هستن میگن هیچ فرقی نداشت. مثلا شما با خانم پرستو فروهر صحبت کنید، پدر و مادرش رو سلاخی کردن، همین الان سالگردش. اجازه بفرمایید. خب منم دارم جواب میدم دیگه، خب بذارید من جواب بدم. ببینید، از نظر اقتصادی در دوره آقای احمدی نژاد 800 میلیارد دلار درآمد صادرات نفتی و غیر نفتی ما بوده، رشد اقتصادی 2 خورده درصد بوده. در دوره هاشمی رفسنجانی و دوره محمد خاتمی نصف این درآمد ارزی رو داشته، رشد اقتصادی 5 درصد بوده. این فقط از نظر اقتصادی. از نظر در همین دوره خاتمی، تمام همین روزنامه نگارایی که از ایران اومدن تو روزنامه‌های خارج کشور کار میکنن، مال کدوم دوره هستن؟ حتی اگر اینها همه درست باشه، آقای گنجی یه مسئله جدی اینه، اصلا مگه اجازه میدن که تیم آقای خاتمی اصلا کسی از اونها بیاد جلو؟ الان مدت هست، همین دیروز آقای زیدآبادی میگه یه آدم پخمه ای رو میارن، در نهایت هم میگن بباز از تیم اگر هم نزدیک به اصلاح طلبها باشه. اصلا بحث من که الان سر انتخابات نیست، اجازه بدید ما فعلا داریم شرایط امروز رو صحبت میکنیم. آقای ببینید، آقای برزگر دوست عزیز ما یه نکته فرمودن، بذارید من اون جواب بدم. میگن آقا این حرفی که من میزنم غلطه، از الان چند ساله یه پارچه شده، یه پارچه هستی، چیزی نیست دیگه، تموم ماجرا. همون شعاره رو ایشون دارن میگن، قبلا هم نوشتن ایشون هم، اصلاح طلب اصول گرا، دیگه تموم ماجرا. من میخوام بگم نه، اینجوری نیست، دیگه تموم نیست ماجرا. این اصلا این آرزوی یه فرده که آرزوشو واقعیت میپنداره. در جهان واقع اصلاح طلب ها هستن، اصولگرا ها هستن، سلطنت طلب ها هستن، مجاهدین خلق هستش، چپ ها هستن، برای هیچ کی پایان نیافته داستان. مهم اینه که اینا وزنهای اجتماعیشون متفاوته. من میتونم بگم با فلان گروه مخالفم، فصلا فرض کنید من میتونم بگم من با سوزان مجاهدین. دقیقا حق با شما آقای گنجی، ولی آیا وزن اصلاح طلب ها همون وزن سال 76ه؟ آقای گنجی جونشون کردن، اجازه بفرمایید در ساختار صفر. ولی ببینید، تفسیر شما اصلا منظور ما نیست، کسی تا حالا همچین حرفی نزده. نه، اجازه بفرمایید شما میگید. بذار جمع شد صحبتتون تموم شد. بعد آقای روحانی بذارید بگم، اصلا چرا از دوره اصلاحات بگیم؟ همین الان، همین الان در همین دورانی که است،
تعارض بین آقای حسن روحانی و آقای خامنه‌ای وجود داره در عرصه‌های مختلف، از دین بگیرید تا مسائل فرهنگی بگیرید تا مسائل سیاست داخلی خارجی بگیرید، و این تعارضات هم علنیه، یعنی طرفه میان در صحنه علنی حرفای هم دیگر نقد میکنن، نفی میکنن. اینکه ایران رژیم دموکراتیک، خوب نه، رژیم دموکراتیک نیست. نه. شما چه انتظاری دارید؟ انتظار دارید که توی رژیم ببینید حاکمیت در ایران الان حاکمیت دوگانه و چند صداییه. در یه جایی مثل عربستان سعودی شما نگاه بکنید، یک رژیم تک صداییه، هیچ صدایی شما نمیشنوید، اصلا صدایی، همه یک صدای واحده. در ساختار سیاسی میگم، و در ایران اینجوری نیست. شما از ایران صدای متعدد میشنوید در این 3-4 سال اخیر به خصوص بعد از دور دوم روحانی. در ساختار سیاسی، در همین ساختار سیاسی صبح تا شب صداهای مختلف در میاد و این صداهای مختلف علیه هم دیگه است. همه ائمه جمعه میان تو نماز جمعه ها میگن حسن روحانی و ظریف خائنن، به کشور خیانت کردن، اینم جوابشون میده. همه فرماندهان سپاه میان به اینا میگن خائن، کلا سرشون رفته، رفتن رو برجام توافق کردن، این بزرگترین خیانتی بوده که به ایران شده. اینا رو علنی میگن و اونا هم علنی جوابشون میدن. این یه نمونه از دعوا هستش. من اینو میتونم اگه وقت دارید، اگه خواستید میتونیم اینو بس مستقیم. حالا الان به نظرم اجازه بدید بقیه هم صحبت کنن. میخواد یک پارچش بکنه، فردا یک نفری بیاره، فرض بکنیم یکی از این نظامی‌ها، سپاهی‌ها به قول ایشون، یکی از این فرماندهان سپاه رو بکنه و حاکمیت یک پارچه بکنه، دست کم میشه مثل شرایط دوران آقای احمدی نژاد. دست کم، دست کم ها. ولی هدف اینا پوش بردن به یه چیزی شبیه کره شمالیه. بله. آقای ورزگر کوتاه. ببینید این در واقع نکته ایست که اصلاح طلبان در طول این سالها در واقع بال دوم دیگر بودن به این شکل. یعنی یک موقعی حراس از سوریه سازی که ایران میشه سوریه، نکنیم نکنیم، الان هم که کره شمالی یک نظامی رو میخوام بیارن. آخه بالاخره ما یکی از این حرفا رو باید قبول بکنیم، یا رئیس جمهور همونطور که خود اصلاح طلبا میگفتن و آقای روحانی داره میگه، میگید تدارکات چیه، کاریه این نیست، یا هست دیگه. بعد اگر تعارض، خب احمدی نژاد که تعارضش با آقای خامنه‌ای بیشتر بود، رفت تو خونه‌ش هم نشست قهر کرد، اون همه داستانا پیش اومد، حکم اون رو هم علنا نادیده گرفت سر آقای اسفندیار رحیم مشایی، خیلی خیلی بیشتر از آقای روحانی در مقابل آقای خامنه‌ای ایستاد. اینا اگه تعارض، من میگم این تعارضاتی که در... بله تعارض منافع بین افراد وجود داره، بین جریان‌های سیاسی در اون حاکمیت وجود داره، ولی اینا تعیین کننده نیست. صحیح. امروز مطالبات جامعه فراتر از اینه. ببینید من حرف من اینه، ببخشید اینو خیلی خلاصه بگم، چون حرفی که آقای گنجی میزنه احتمالاً منظور کسانی رو که اون شعار رو دادن ایشون متوجه نشده. ببینید حرف این هستش، نه اینکه نیروی اصلاح طلب جمهوری اسلامی وجود نداره، البته که وجود داره، شما هستید، ما داریم با هم صحبت میکنیم، ولی دقیقاً وزن اجتماعی شما به شدت کاهش پیدا کرده. این یه نکته است. نکته دوم این هستش که ببینید ما امروز دو تا اردوگاه داریم. یک اردوگاه کسانی هستند از یک طیف مختلف، از فرماندهان سپاه، خود آقای خامنه‌ای، شورای نگهبان، هستی مرکزی قدرت، اصولگرایان، تا اصلاح طلبان جمهوری اسلامی، تا ملی مذهبی ها، تا نهضت آزادی، که اینها به دلایل و با انگیزه های مختلف فکر میکنند بقای جمهوری اسلامی بهتره، حالا یا به خاطر خود جمهوری اسلامی یا به خاطر ایران فکر میکنند که به هر دلیلی ایران سوریه نشه، امنیت از بین نره، به هر دلیلی بهتره که فعلا جمهوری اسلامی بمونه. روی این اصل با هم اتفاق نظر دارن. اردوگاه مقابل کسانی هستن که باز متنوعن، از مجاهدین خلق تا سلطنت طلبا، تا کسانی که خواستار مداخله خارجی هستن، تا کسانی که خواستار گذار مسالمت آمیز و رفراندوم هستن. اونها معتقدن که نه، باید جمهوری اسلامی بره، بقاش یک روز بقاش ضررش بیشتره، یعنی فصل مشترکشون در رفتن جمهوری اسلامی. متوجه. من میگم اینه که میتونه وضعیت امروز ایران رو توضیح بده، این تئوریه، نه اون تئوریه دوگانگی در حاکمیت. شما در مورد نیروهای سیاسی صحبت کردین، ولی یک بخش عمده قضیه مردم هستن، به خصوص بعد از اتفاقاتی که از 96 تا الان شاهدش بودیم. خانم آذرافشا، شما در ایران هستید، کنشگر سیاسی و مدنی هم هستید، با مردم هم دائم در تماس هستید. آیا این مردم، مردم 96 هستن، آیا فکر میکنید اونها هنوز به انتخابات اعتقاد دارن یا شرکت میکنن؟ حتی اونهایی که به قول آقای برزگر فکر میکنن که باید با همین نظام تغییراتی ایجاد کرد، اون بخشی که همیشه در انتخابات شرکت میکنن و طبیعتاً راجعش صحبت نمیکنیم، اون بخشی که باید تصمیم بگیرن که آیا کاندیدای مورد علاقه شون یا نزدیک بهشون در
میان کاندیداها هست که بتونن شرکت بکنن؟ من فکر می‌کنم به نسبت سال 96 فضای جامعه تغییر کرده. سال 96 مردم با پایان دولت دوره اول دولت روحانی مواجه بودن که دولت منصور موفقی بود. به هر حال قولی که داده بود راجع به پرونده هسته‌ای و به یه جایی رسونده بود. یه تأثیر مهمی توی اقتصاد گذاشته بود، تورم کنترل شده بود. نفتی که به صدا ما نمیتونستیم صادر کنیم صادر میشد، خب اینا چیزای مثبتی بود. یعنی حس میشد که جامعه یه تکون مثبت خورد، یعنی مفید خورده و به هر حال مردم فکر میکردن که آقای روحانی شاید اون آدم خیلی ایدئال نباشه ولی رئیس جمهور نسبتا موفقی بوده. من واقعا دارم روی تاکید میکنم بحث نسبی. خب بنابراین اومدن رأی دادن. ولی بحث اینجاست که جامعه ما یه جامعه‌ای هست با مطالبات بسیار زیاد که بعضا مطالبات مدنیه ولی شاکله جامعه ما هنوز خیلی مدنی نیست. برای این احساسات مردم مثل امواج بالا و پایین میره. یعنی شما نه اون موجی که راه افتاد توی 96 شما فکر میتونید روش حساب کنید که خیلی جامعه ما دیگه گذر کرده و پیشرفت کرده، نه توی مثلا انتخابات مجلس گذشته شما فکر میکنین جامعه دیگه از جمهوری اسلامی عبور کرده، ناامید شده و دیگه هیچ کاری نخواهد کرد. یعنی اینجور سطحی نگاه کردن به مسائل برای کسایی که دنبال میکنن مسائل سیاسی رو خیلی کمک کننده نیست. من به نظرم میرسه که الان توقع مردم از دولت بایدن خیلی زیاد نیست که فکر بکنن که ایشون بدون مشکل مثل آب خوردن میاد همه چیزو برمیگردونه. من فکر میکنم مردم ایران میدونن که این کار به این سادگی ها نیست ولی خب اگر اراده‌ای در دولت آمریکا باشه میتونه یه قدم مثبتی برداره که یه مقداری فضا رو اون جنگ روانی که الان هست اون رو بشکنه. و اگه این شکسته بشه شما مسلم بدونید جامعه ما رویکرد سلبیش دوباره ایجابی میشه. ممکنه که اون رویکرد ایجابیه قدرتمند به اون معنا نشه ولی به هر حال تغییر خواهد کرد. ببینید ما نمیدونیم بگیم مردم ایران همونایی بودن که تو شورش بنزین اومدن، اونام هستن. نمیتونیم بگیم مردم ایران همه اونایی بودن که برای تشییع جنازه قاسم سلیمانی اومدن، اون سیل واقعا عجیب غریب، اونام هستن. مردم ایران کسایی هستن که به قول آقای برزگر دلشون میخواد سر به تن جمهوری اسلامی نباشه و کسایی که میگن حتما باید این نظام جمهوری اسلامی رو حفظ بکنیم چون به درد ما میخوره. این مردم ایران الان یه همچین یعنی توی زیر یه چتری هستن که این تکثر واقعا تو جامعه حس میشه. در این حال من نمیدونم الان موضوع این به صدا بحث چیه، یعنی نقد جریان سیاسی داخل کشوره یا بحث سیاست خارجیه و اینکه کی میخواد. ما اینه که آیا فرقی میکنه که چه کسی در قدرت باشه در تهران برای اینکه بتونه این مشکلی که به هر حال مشکل جدی هست بین ایران و آمریکا رو حل بکنه و تغییرات عمده در وضعیت اقتصادی و سیاسی خود کشور ایجاد بکنه؟ آیا فکر میکنید باید تغییری صورت بگیره یا نه دولت فعلی، دولت آقای روحانی میتونه این کارو پیش ببره؟ ببین مسئله ما الان سر قصه برجام و مذاکره و تمام این یعنی ریشه همه این مشکل ها سر منطقه است. ببینید من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای با مذاکره ایشون مخالف نیست ولی رئیس جمهور رو میخواد و وزیر خارجه رو میخواد که سر مسائل منطقه مطابق تحلیل های ایشون بتونه قضیه رو دنبال کنه. یعنی تعارض آقای ظریف و آقای روحانی این کارو نکردن؟ من به نظرم میرسه که ما نمیتونیم انکار کنیم یه تفاوت نگاهی بین آقای روحانی و آقای ظریف و آقای خامنه‌ای هست. من اینجا هیچ ارزش گذاری نمیکنم و این تفاوت غیر طبیعی هم نیست. ما در داخل کشور باید سر این قصه که در منطقه چجور میخواییم حضور داشته باشیم و نفوذ ما اگه بخواد ملی باشه یعنی چی؟ یعنی به نفع منافع ملی باشه یعنی چی؟ در داخل کشور باید به توافق برسیم.
اگر ما طرفدار فکر کنیم برای مردم عادی، برای همون کسایی که در مثلا مسئله بنزین اومدن در خیابون اعتراض کردن، مسئله اقتصادی مسئله اصلیشونه، اصلا حضور نظامی، حضور ایران در منطقه چقدر اهمیت داره؟ شما فکر میکنین که اگر که این مسئله مهم نبود اینقدر مردم میومدن برای قاسم سلیمانی که قهرمان و حضور در منطقه بود ابراز احساسات کنن؟ من کرمانم، الان وقتی با موبایل ملت تماس میگیریم صدای قاسم سلیمانی روی موبایلشون هست. ببینید اینجوریه، من این جمله رو نمیخوام بگم از کی نقل بکنم، ولی اینو گفت، گفتش که من کسایی رو میشناسم، این یه شخصیت برجسته گفت، خب من کسایی رو میشناسم که به شدت مخالف جمهوری اسلامی هستن، ولی قاسم سلیمانی رو دوست داشتن و از این که فکر میکردن که ایران در بغداد و دمشق و نمیدونم منامه و بیروت و این حرفا یه حضور مهم داره خوششون میاد، خب ایرانی لذت میبرد این حضور. از این نکته به یک موضوع جالب تری هم میشه رسید آقای گنجی. خیلی وقتا از ایرانی ها میشنویم که میگن رضا شاه روحت شد و نگاه به این که یک چهره قوی نظامی که بتونه بیاد و ایران رو سرفراز کنه خیلی در بین خیلی از ایرانی ها دیده میشه. چرا شما فکر میکنید که اون چهره نظامی الان وجود نداره؟ مثلا اگه آقای سلیمانی وجود داشت به نظر شما میتونست یه در واقع رئیس جمهور مناسبی باشه؟ مشکلتون یعنی در واقع میخوام بپرسم با فرد یا کلا با سپاهی بودن و نظامی بودن اونها؟ بله، من اول یه نکته رو بگم. ببینید خانم قاضی‌زاده، هم شما هم آقای برزگن، و من تعجب می‌کنم آقای برزگن این فرمایشی کردن. میدونید که من تو زندان مانیفست جمهوری خواهی رو نوشتم، از اون 20 سال الان از گذار از جمهوری اسلامی، گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی به یک رژیم، به یک جمهوری سکولار دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر که عدالت به مساوی نفی کلیه اشکال تبعیض‌های قومی، جنسی، مذهبی، دینی و طبقاتی باشه، به این دفاع کردم و میکنم. من تعجب میکنم کسی در این شکی نداره آقای گنجی. اجازه بدید فقط سوال، من یه سوال بپرسم. نوبت منه. شما یک چیزایی رو به من نسبت میدید. اجازه بدید آقای بگید آقای گنجی. این نکته اول. نکته دوم اینه که ما موقعی که داریم صحبت میکنیم چی ایران رو تبیین میکنه، آقای برزگر میگن اون تبیین نمیکنه، این تقسیم بندی که من میگم تبیین میکنه، تقسیم بندی بین کسانی که مثلا حالا اون بر قضیه از اصلاح طلبا تا ملی مذهبی تا رژیم یک طرف، این برم کسانی که همه میخوان رژیم رو براندازن به روش های مختلف یه طرف. خب باشه، این تبیین میکنه. خب حالا شما بفرمایید، شما میگید اون بر چیز نداره، پایگاه اجتماعی نداره و دیگه اعتبار نداره، این برای چجوری اثبات میکنید پایگاه اجتماعی داره؟ یعنی بر چه مبنایی میگید؟ همین الان مثلا فرض کنید بندم دشمن جمهوری اسلامی، فرض کنید الان مثلا مهندس موسوی یا همین خاتمی اعتبار اجتماعیش از هر کسی که شما تو خارج کشور نام ببرید کمتره؟ یعنی اگه انتخاباتی صورت بگیره، من نمیدونم، من چنین ادعاهایی که مثل شما میکنید قاطعانه نمیکنم، من میگم وزن اجتماعی این افراد باید در نظر، ولی شما یه قاطعانه تصمیمتون رو گرفتید، میگید اون ور هیچ اعتباری نداره، این ور اعتبار داره و فلان. کجا سازمان مجاهدین خلق، سازمان تروریستی وابسته جاسوس به خارجی، کجا تو ایران اعتبار داره؟ تو خود خارج کشور هم اعتبار نداره، چه اعتباری داره؟ یک سازمانی که با صدام حسین رفته تو یه جبهه علیه ایرانی‌ها جنگیده به گفتی خود خوش... نماینده از سازمان مجاهدین اینجا نداریم بتونه ازشون دفاع کنه. خواهش میکنم دهه 60 تا 60 آقای رجایی میگه ما 2000 نفر ترور کردیم تو جنگ ایران عراق، هم 79000 ایرانی رو میگه ما کشتیم، 79000 تا از مدافعین مرزهای ایرانی رو میگه از کنار صدام کشتیم، این چه اعتباری داره؟ من دعوت میکنم سازمان مجاهدین اگه پاسخی دارن میتونن بفرستن با ما پخش کنیم. اینا رو خودشون گفتن، اینا رو خودشون گفتن. بذارید آقای برزگر اینجا صحبت کنه. آقای برزگر ببینید آقای گنجی، شما که به هر حال ما همدیگر رو میشناسیم، ما بحث ما در مورد مانیفست جمهوری خواهی شما که نبود. من اتفاقا انتقاد من به شما اینه که خود شما که اون مانیفست رو در دهه 70 نوشتید الان خود شما به اون وفادار نیستید،
اتفاقا اجازه بدید دیگه، مثلا منم بگم دیگه، درسته؟ بعدم این برنامه رو خوشبختانه بیننده ها میبینن، خود شما هم بعدن میتونید نگاه بکنید، هیچ کدوم از این حرفایی که الان به من نسبت دادید و من نگفتم، همه میتونن، خودتون هم میتونید دوباره نگاه بکنید. ببینید آقای گنجی، شما در انتخاباتی که اومدید بحث مثلث جیم رو مطرح کردید، شما به عنوان کسی که حالا به هر شکلی، من وارد جزئیاتش نمیشم، ولی از کسانی بودید که شایسته تقدیر هم از پیگیر ماجرای قتل‌های سیاسی بودید، چگونه اومدید و بعد گفتید که مثلا با آقای دوری نجف آبادی باید رأی داد چون در اون لیست بود، و نتیجه اون و نتیجه اون چه شد؟ نه آقا، چه تهمتی در اون زمان آقای گنجی در اون زمان بحث مثلث جیم و این جناح و اون جناح لیست امید رو چه کسانی من میگم این بحثا همین تهمتی که شما گفتید، این تهمت من به صراحت در همین بی بی سی فیلمش هست و در وی او ای 10 بار گفتم به جنایتکارایی مثل ابراهیم رئیسی، مثل عرض کنم حضور شما دوری نجف آبادی، فلاحیان، تک تک اینا رو اسپردم، گفتم رأی ندید. این که الان هم همینو میگم، من که میام نه دیگه، جریان اصلاح طلبی که شما دارید دفاع میکنید، اینها از لیست امید داشتن دفاع میکردن که اینها در لیستش بودن نبودن. اجازه بفهم، بنده سلبی الان هم میگم. ببینید، من خواهان گذار از جمهوری اسلامی به یک رژیم سکولار جمهوری هستم، این پاش هستم به صورت مسلمات آمیز، ولی راهش اینه که نیروهای داخل جمهوری اسلامی با هم تعامل کنن. همین انتخاباتی که الان میخواد قرار بشه، من به مردمی که در اون انتخابات میرن شرکت میکنن میگم ای مردم، شمایی که میخواید برید در این انتخابات شرکت بکنید، من که رأی نمیدم، ولی شمایی که میخواید برید شرکت بکنید رأی بدید. اگر شما بیایید به یه سپاهی، هر سپاهی باشه، رأی بدید، این به زیان شماست، به زیان ایرانه، به زیان منافع ملی ایرانه. و من با حضور سپاه در سیاست و در اقتصاد ایران از اول مخالف بودم. سال 63 فیلمش هم اخیراً بی بی سی صحبت های ما رو پخش کرد، از اول مخالف بودم، الانم مخالف هستم. آقای گنجی، ولی جواب سوال منو ندادید. آیا یک سیاه، یک نظامی پراگماتیست، ما دیر قبلا هم با خانم آذرافشا وقتی صحبت می‌کردیم گفتن که، حالا من نقل می‌کنم، پای تلفن به من گفتن، اگر که خانم آذرافشا انتقادی دارید یا نمی‌پذیرید بگید، گفتن که سپاهی‌ها الان پراگماتیست‌تر از قبل هستن، بسیار بر اساس شرایط روز تصمیم می‌گیرن، نه لزوما فقط بر اساس ایدئولوژی. بنابراین اگر چه ایرادی داره اگه یکی از این نظامی ها بیاد و دولت بایدن هم ببینه با یک آدم قوی طرفه که او حرفش با آقای خامنه ای یکی هست، لازم نیست برای هر دونه دونه این تصمیماتی که میگیرن باید برن جواب بدن، بعد برگردن مذاکره رو طولانی تر کنن، با یک آدم که خودش میتونه تصمیم بگیره چرا نتونن مذاکره بکنن؟ چه ایرادی داره؟ ببینید، اینکه فرماندهان سپاه بینشون همه یک جور فکر نمی‌کنن، این درسته. اینکه توشون آدمای پراگماتیست هم هست، درسته. اما من اصلا معتقد نیستم که اینا بر اساس اسلام تصمیم میگیرن که مبناشون مثلا اسلام سر اسلام ایستادن. اصلا اون چیزی که آقای جمشید برزگر گفتن منافع، اصلا اساس سیاست منافع است. سیاست بر محل نزاع و رقابت بر سن منابع کمیاب قدرت اقتصادی، سیاسی، منزلت اجتماعی و اطلاعات تو تمام دنیا، تو دموکراسی و غیر دموکراسی، اساسش منافع است. رقابت بر سر این میکنه، هر کی رفت تو اون چارچوب میره دنبال منافع، میگه تو آمریکا چیکار میکنن الان؟ بله. دو تا حزب دارن خودشونو میکشن. الان امروز ترامپ، خب آیا یه فرد نظامی این منافع رو برای خودش و برای مملکت میتونه تنظیم بکنه؟ ببینید، برای ممکنه یک نظامی بتونه مذاکرات بکنه، اما سپاه حضور بیشترش در سیاست ایران به زیان منافع ملی ایرانه، به زیان منافع. ببینید الان در پاکستان و مصر، مصر رو نگاه کنید از زمان جمال عبدالناصر، ارتش اومده و الان تمام قدرت سیاسی و اقتصادی دست ارتشه. اگر این سپاه بیاد ریاست جمهوری رو هم بگیره، قدرتش بیشتر افزایش میابه نسبت به قبل، و بیرون کردنش به مراتب مشکل و مشکل تر میشه. البته ممکنه خیلی ها در جواب شما بگن که احتمالاً یک حکومت دست نظامی هایی که دست کم به لحاظ مذهبی اینقدر سفت و سخت نباشن، شاید خیلی بهتر از حکومتی باشه که مثل حکومت ایران نصفش دست نظامی هاست، نصفش دست روحانیون. اجازه بدید خانم آذرافشا بگن. خانم آذرافشا بفرمایید.
ببینید اون که نقل قول شما کردید، من اینا اتفاقا میخوام تاییدش کنم به این معنا که این 41 سالی که عمر جمهوری اسلامی داره، ما با انواع بحران‌ها و چالش‌ها مواجه بودیم و این اجباراً همه کس و همه چیز رو در ایران سیاسی کردیم، این کشونده وسط میدان سیاست. و در سالهای اخیر عملاً وجود سپاه بیشتر به منطقه، درگیر شدنش با مسائل اقتصادی، مسائل منطقه‌ای، قطع نظر یه پیچیدگی رو در این، یعنی اشخاصی که توی سپاه کار میکردن وجود رو قدر شخصیت به وجود رو قدر تو شخصیت کلیدش. من از قماش آدمایی نیستم که، یعنی طبق عادتی که ما کردیم هر کسی غیر از ما نیست و خنگ یا غیر ملی یا ضد ملی قلم داد کنیم. مشکلی که من خودم شخصا دارم اگه یه نظامی وارد سیاست بشه همونی است که نقل قولی که کردم، که خصلت نظامی توی میدان سیاست شاید این مقداری معطوف به میدان باشه، نه به اون منافع کلان ملی. یکی اینکه حضور یک نظام در رأس قوه مجریه ممکنه به صورت سازمان یافته نظامی‌ها رو سر کار بیاره. این در واقع ما نگران دموکراسی، روند دموکراسی خواهی در کشوری که با حضور یک نظامی در رأس قوه مجریه رو به سود کشور نمی‌دونیم. اینجوری نیست که من خودم شخصا سرداران سپاه رو آدم‌های غیر ملی یا غیر کارشناس بدونم. ولی من اینا می‌خوام اینو بگم. ببینید ما در تاریخ جمهوری اسلامی یکی توی مقطع دوم خدا با یه دولتی مواجه شدیم که اتفاقا میخواست نهادها رو با یه قاعدهی برگردونه سر جای اصلی خودش. ولی در پایان دوره آقای خاتمی که قرار بود پرونده اتمی ایران بسته بشه، فلواقع من استناد میکنم به گفته آقای جک استرا اگر اشتباه نکرده باشم، بذارید ببینیم که کی بعد از آقای خاتمی میاد روی کار و حاضر نشدن پرونده هسته ای ایران رو با اینکه ایران خیلی اصولی رفتار کرده بود ببندن. و این موجب شد که جناحی به قدرت رسید که طرفدار حضور نظامیان در دولت وقت خیلی کم هست. بله من فقط میخوام یه جور مثلا ببخشید، شرط دولت آقای روحانی وقتی روی کار اومد این بود که پرونده هسته ای از شورای امنیت ملی برگرده به وزارت خارجه. این اتفاق افتاد. یعنی میخوام بگم که رهبری نظام با این قضیه موافقت کرد. خروج ترامپ از برجام و این شرایط سختی که به جامعه ما تحمیل کرد، به اضافه تمام تحرکات اپوزیسیون که از شورش‌های اجتماعی ما که من میگم منشأش داخلیه، سعی کردن ابزار براندازی بسازن، اما متأسفانه تمام رسانه‌های زبان همراهی کردن با این قضیه. این موجب میشه که نظامیان رو در جایگاه برتر نظر قدرت نشونیم. اشکال اصلی خانم از افتاد وقت خیلی کنم. من میخوام اینجا فقط یه سوال کوتاه بپرسم از آقای برزگر. این مسئله، این که اگه نظامی ها بیان به این راحتی قابل برداشته شدن نیستن، میمونن، کوتاه بگو. من واقعا تعجب میکنم از این بحثا. انگار ما یه طوری صحبت میکنیم که جمهوری اسلامی قرار فردا تازه تاسیس بشه. بابا 40 سال تاریخچه پشت سر این بحث وجود داره. شما بیاید کابینه های این دوران رو بررسی بکنید، تعداد اعضای کابینه ها که سابقه سپاهی بودن رو داشتن بررسی بکن، یا در مجلس ببینید چند درصد نمایندگان سپاهی بودن، فرماندهان سپاه بودن. خب این که اگه دیگه بیشتر از این بگیرن آخه ببینید جایی نمونده دیگه سپاه بخواد بگیره. من یه مثال میزنم، فرض کنید الان اجازه بدید شمشید وقت زیادی نمیدید، خیلی کوتاه این رو سوال رو بکنم. ببینید در این هواپیمای اوکراینی که دیگه اعتراف کردن که با موشک سپاه سرنگون شده، سپاه و نهادهای زیر نظر فرمانده کل قوا به گفته دوست آقای گنجی، آقای بهزاد نووی، حداقل 60 درصد ثروت کل کشور رو در دست دارن. بله. چرا قادر نیستن 200 میلیون غرامت رو پرداخت کنن که باید برن از صندوق توسعه ملی بدن؟ بله. اگه دولت دست سپاه بود چه فرقی با الان میکرد که با از نظر دیگه شما وقت زیادی نیست؟ یعنی وقتی اصلا نداریم. ممنونم جمشید برزگر، خانم آذرافزا، آقای گنجی و ممنونم از شما که با این برنامه صفحه 2 همراه ما بودید. برنامه رو میتونید روی سایت یوتیوب مجدد ببینید. شب و روز خوش.